در انجیل یوحنا باب 4 شاهد بر این هستیم که عیسی مسیح کنار چاهی که چاه یعقوب نام داره یک زن سامری رو میبینه که چندین شوهر کرده بود. سامری ها و یهودی ها یک کینه و نفرت داشتن متاسفانه نسبت به همدیگه و یهودی ها سامری ها رو نجس میدانستن و به طور خاص در شریعت اونها و سنت اونها بر این نبود که یک معلم با یک زن سامری، اونم زنی که چندین شوهر داشته چون فقط یک بار به عقد رسمی گرفته میشد، بقیهش میشد زنا، پس بنابراین با یک زنی که در زنا هست صحبت کنه. اما عیسی مسیح با او سخن میگه. عیسی مسیح به او صحبت از آب حیات میکنه که من میخوام به تو آب حیاتی رو بدم. اما اون دیدگاهش مانند دیدگاه خیلی حتی از ایمانداران مسیح نسبت به شکرگزاری به دبسونه، نیازشه، حاجتشه، اون چیزهایی که دیده به خاطر اونها میخواد خدایش رو کنه. او به دنبال آبی هستش که دیگه مجبور نشه این راه طولانی رو از خونش تا دم چاه بیاد، آبی که جسم او رو تعمیر کنه. ولی عیسی مسیح به دنبال آب حیاتی بود که اون روح القدس بود. اگر میخواییم شکرگزاری ما شکرگزاری حقیقی باشه، در ابتدا پری روح القدس رو میخواد. نه پوری روح القدس رو فقط برای شکرگزاری، پوری روح القدس رو در تمام امور زندگی، به طور خاص خدمتت، به طور خاص اومدن به کلیسا. کلام خداوند در مزمور 100 اعلام میکنه که به دروازه‌های خانه خدا وقتی نزدیک میشیم با حمد بیایید. چگونه به حضور خدا آمده اید؟ با حمد و پرستش آمده اید؟ این گونه هست وقتی روح خدا رو میخواید، اون موقع پرستش شما، حالا چه در مجموعه پرستش هستید، معنا پیدا می‌کنه، تعریف خواهد داشت. اگر اون پشت هستید، عزیزانی که اون پشت هستن باید قوت روح القدس داشته باشن، چون اونها هم وصل هستن به گروه پرستش. گروه پرستش باید از روح خدا پر بشن، به قوت روح القدس پرستش کنن و اون فضا رو میگیره کلیسا. وقتی گروه پرستش از روح القدس پر هستن، کلیسا تکون میخوره، کلیسا در یک مسیری میره که درش آرامش، امنیت، انقلاب روحانی هستش، بیداری ایجاد میکنه، قدرت داره. دعا میکنیم، دعاها تاثیر میذاره. پس وقتی که قلب شکرگزار داری، همه جا به کار گرفته خواهی شد، به طور خاص در خدمت. اما در همون انجیل یوحنا 4:22-24 میخوانیم که اعلام میکنه عیسی مسیح به اون زن سامره، میگه شما آنچرا که نمیدانید میپرستید. و سامری ها به خدا باور داشتن، یهوه خداشون بود، پنج کتاب اول رو قبول داشتن، منتظر عیسی مسیح هم بودن. اما مسیح داره به اینها اینگونه میگه، شما آنچرا که نمیدانید، یعنی نمیشناسید، آشنا نیستید، باهاش وقت نذاشتید، وقتت فقط تو کنیسه و کلیسا و مسجد و عبادتگاه بوده، توی خلوتگاه با او وقتی نداشتی که قلب شکرگزاری رو درک کنیم. ما شکرگزاریم به خاطر نیازهامون، به خاطر اون چیزهایی که دیدیم. حتی رسم هم هست میگه نخورده نخورده شکر نکن. چرا میگیم؟ چون یه داد و ستده، انگار باید یه چیزی بگیریم تا بگیم خدا رو شکر. شما آنچه را که نمیدانید میپرستید، اما ما آنچه را که میدانیم عبادت میکنیم، زیرا نجات از یهودا است، یعنی آنچه را که وعده داده بوده خداوند از قوم اسرائیل. لیکن ساعتی میآید، بلکه الان هست، که در آن پرستندگان، یعنی آنانی که قلب شکرگزاری دارن، که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی به توسط روح القدس صادقانه، فیلم بازی نمی کنن، کار فیلمی انجام نمیدن، نقش بازی نمی کنن، خودشونن پرستش میکنن، چون کنار دستش میپره بالا پایین، اونم نمیپره بالا پایین، کاری نداره به گروه پرستش، اون در روح هست داره پرستششو میکنه، چون روح در اون داره عمل میکنه.
پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است. خدا هم نیز طالب این افرادی هست که قلبی شکرگزار داره. خدا روح است، آمین، و هر که او را پرستش می کند می باید. اینجا داره صحبت از امری می کنه. درسته ما میگیم ما باید وفادار باشیم. من اطاعت رو به شما تعلیم نخواهم داد، من وفاداری رو تعلیم میدم. اطاعت مال ارتشه، وفاداری بالاتر از اطاعت. اطاعت جلوی من هست، پشت سر من نااطاعتی میکنه. قرار هست وفادار به خدا باشیم. خدا روح هست و هر که او را پرستش میکند میباید به روح و راستی بپرستد. وقتی که به توسط روح القدس من در حضور خدا میرم، من پرستش میکنم، من خدا رو میشناسم، دیگه خدا در من هست. آمین. نامه اول قرنتیان 3:16 و 6:19 این رو اعلام میکنه که حضور خدا، روح خدا در من هست که داره عمل میکنه. و همون گونه که مولوی نیز اعلام میکنه، ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟ معشوقه همین جاست. بیایید بیایید.